به نام خدا، سلام. خوب، توی این قسمت میخوایم با همدیگه یه مقدار راجع به کتابخونه های تریدینگ با هم صحبت کنیم و من یه مثال خیلی ساده از تریدینگ براتون بزنم. حالا توی یه ویدیوی دیگه سعی میکنم مثال های پیچیده تری هم نشونتون بدم. توی کتاب ببینید، برای اینکه ما ترید در واقع از ترید ها بتونیم استفاده کنیم، معمولا خود سیستم عامل چیزی به عنوان ترید دست شما نمیده. توسط یک سری کتابخونه اینا میاد تأمین میشه که به اینا میگن تریدینگ لایبرری. مهمترین تریدینگ لایبرری دنیا یک چیزیه به عنوان پی ترید، یا بهش میگن پوزیکس. ترتلا اس داره یا نه؟ بذارید ببینم. آره، اس هم داره. اگه یادتون باشه گفتیم پوزیکس معمولا به سیستم هایی که مبتنی بر یونیکس باشن میگن پوزیکس دیگه. یه کتابخونه خیلی قدیمیه، از قدیم الایام بوده، که توی سیستم های یونیکسی مثل لینوکس، سولاریس، فری بی اس دی و اینا میاد به شما ابزار تریدینگ رو در اختیارتون میذاره. ویندوز زار و زندگی خودشو داره، بهش میگه ویندوز تریدز. تو مثل پوزیکسه، ولی خب پوزیکس به نظرم پی تریدز خیلی لایبرری کلین تر و خیلی خوش ساختریه. ویندوز لایبرری تریدینگش خیلی جذاب نیست، مخصوصا نوتیشن هایی که داره. حالا من راجع به ویندوز تو اینجا اصلا صحبت نمی کنم، راجع به پیترت هم سعی میکنم صحبت نکنم، ولی مثال ویندوز و پیترت در کتاب هست، حالا رو با هم در واقع مرور میکنیم. یه گزینه دیگه ای که مطرح هست ترید هایی هست که توی لنگویج داده میشن، توی زبان برنامه نویسی شما، مثل مثلا جاوا یا مثلا C++ 11 C++ 11 تریدینگ داره، یا مثلا پایتون. اینا خودشون به شما تریدینگ میدن. یعنی چی؟ یعنی خود زبان از تریدینگ ساپورت میکنه. قدیم الایام، خیلی خیلی قدیم تر، مثلا 20 سال پیش که مثلا ما برنامه‌نویسی میکردیم، اغلب زبان‌ها از تریدینگ ساپورت نمیکردن توی خود لنگویج. یعنی میگفتن برو از کتابخونه‌هایی مثل پیترد و ویندوز ترید استفاده کن که ترید داشته باشی. ولی خب اغلب زبان‌های مدرن بعد از میشه گفت دهه 2000 2010 و اینا دیگه به صورت بیلتینگ توی خودشون اصلا یک سری مکانیزم و ابزار برای تریدینگ دارن، که حالا ما توی این بخش از مکانیزم جاوا میایم استفاده میکنیم برای تریدینگ، جاوا تریدز. من چند تا مثال براتون میزنم، ولی خب الان دیگه تقریبا اغلب گفتم سی در حال سی که نه، ولی سی پلاس پلاس 11، جاوا، پایتون، سی شارپ، گو، اینا همشون ابزار تریدینگ دارن. بعضی از زبون ها خیلی ابزارهای پیشرفته تری دارن، مثلا مثل کوروتین. حالا تو کتلین مثلا شما تو کاتلین کوروتین دارید، توی جاوا توی گو فکر کنم گوروتین هست، همچین چیزی فکر می‌کنم باید باشه، که حتی از ترید هم سبک‌ترن. و علاوه چیزای دیگه هم هست که مکانیزم‌های همروندی خیلی سبک‌تری در اختیارتون می‌ذارن. جدا اینها یک سری لایبرری دیگه هم هستن، مثلا مثل اینتل تریدینگ، اینو برم بالاتر که شما راحت تر ببینید، بیلدینگ بلاکس. که بهش میگن تی بی بی، مال شرکت اینتل، برای زبان سی سی پلاس پلاس طراحی شده. خب جدایی از تریدینگ ببخشید جدایی از تریدینگ، تی بی بی کلی ساختارها و ساختمان داده های حتی همروند به شما میده که خیلی جذابه. یه گزینه دیگه که میتونید ازش استفاده کنید اوپن ام پی هستش. چرا بعد نوشتم پیچ بعد کوچیک بشه؟ این هم یه استانداردی هست که فکر کنم اصطلاحا توسط اینتل راه اندازی شده برای زبان سی سی پلاس پلاس، که شما تو اونجا قسمت های موازی رو، مثلا یه ساختارهایی مثل پارالل فور و پارالل فوریچ رو اینا بهتون میده، که با یه سری ماکروی بالا سر و پایین سری میتونید مشخص کنید. راجع من خیلی بحث نمی کنم، کتابتون مثال هاش هست، چون خیلی این سایت نداره. فقط بدونید اوپن ام پی به شما در واقع یه جوری پری پروسسور و یک ابزار کمک کامپایلر هست که به شما این اجازه رو میده که
توی کد سی و سی پلاس پلاس تون بدون اینکه از ترید استفاده کنید برنامه موازی بنویسید با استفاده از سری ماکرو و یه سری دیفینیشن ها و یه سری کار ابزارهای اضافی که روی زبان تعریف میکنی، یه استاندارد اوپن ام پی و ابزارهای دیگه هم هست. من توی این قسمت یه توضیح مختصری راجع به پیترد اول بهتون میدم از روی مثالی که تو کتاب هست، سعی میکنم یک مثال عملی خیلی خیلی ساده هم با هم دیگه توی جاوا داشته باشیم که پرکتیکال ببینیم. مثلا نکنیم مثال پیترد هست توی کتاب آورده که فکر کنم هدفش اینه که سام یک سری عدد رو حساب کنه، جمع یک سری عدد. اگر ببینید این بالا اومده کتابخونه پیترد رو اول اینکلود کرده و دو تا چیز تعریف کرده، یه دونه اینتیجر به عنوان به نام سام که قرار داده ای که اون جمعه توش زده میشه اونجا نگهداری بشه و یه دونه void star runner هم تعریف کرده که void star params میگیره. در واقع این در واقع میشه گفت entry function thread های شما، یعنی وقتی thread رو نیو میکنید بیانید runner رو اجرا میکنه، runner چیه پایین میبینیم چیه. خب تو pthread نحوه initialization خیلی ساده است، شما کافیه از pthread attribute init استفاده کنید و pthread attribute رو بدید که initialization در واقع attribute های thread انجام بشه، بعد از pthread create استفاده کنید thread id و attribute ها رو بهش پاس بدید که پر میشه اینا توسط در واقع خود pthread create. entry function رو بهش میدید که میگید من رانر رو میخوام ران کنم و لیست پارامترهایی رو که میخواید بهش بدید که مثلا چون گفته اگبی یک، یعنی خب این برنامه فرض کنید شما تو آرگومان اول، آرگومان صفر همیشه اسم خود برنامه است، آرگومان اول مثلا عدد یک دارید و بعدش میگه pthread join. join مثل همون wait توی فورک میمونه، join یعنی انقدر وایس تا این ترید اون فانکشن کارش تموم بشه و برگرده به ترید پدر. حالا توی رانر چی کار میکنه؟ میگه سام مساوی صفر اول و میاد اون پارامتری که شما تو ورودی دارید با از که تو انتیجر تبدیل به عدد میکنه، بعد یه علاقه فور میذاره میگه از یک تا اون عددی که شما بهش پاس دارید پلاس پلاس سام مساوی سام به اضافه آی. یعنی در واقع میاد یک مجموعه یک سری عدد از یک تا عدد ورودی شما رو حساب میکنه و در نهایت هم این خیلی مهمه pthread exit رو در واقع کال میکنه و صفر رو بهش میده و تموم میشه. بعد از اینکه این کال بشه خب join انقدر وای میسه تا این pthread exit کال بشه و وقتی کال شد میرسیم به اینجا و بعد سام چاق میشه. پس ببینید تمام در واقع میشه گفت مکانیزم اینجوریه که ما یه thread رو create میکنیم، درست میکنیم، یه start function یه entry function بهش پاس میدیم، thread start میشه و بعد از اینکه اون entry functionمون تموم شد join میشه به thread پدر و بعد میتونیم کارمون رو انجام بدیم. حالا بیاید همین مثال خیلی ساده رو به زبان جاوا با هم انجام بدیم. خب من اینو برم توی presentation mode شما بهتر ببینید. یه ذره باید سب کنیم چون این ایدی من کنده و نمیدونم چرا انقدر کنده ولی میره. خب درست شد. خب من اولین کاری که میکنم یه تابع مین توی اینجا درست میکنم چون میخوام تو اون تابع مینم کارو انجام بدم دیگه. فرض میکنم عدد ورودیم یک چیزی هست به نام مثلا بگیم اپر، همون چیزی که اینجا گفتم مثلا دیفالت میگیم برابر 100 و من میخوام توی یه ترد مجزا بیام از یک تا آپر رو بشمونم. خب اینجا باید یه ترد نیو کنم. توی کلاس جاوا شما میتونید ترد رو با استفاده از اینترفیس رانبل درست کنید، یعنی مثلا میتونید بگید ترد، مثلا من از جاوا 11 دارم استفاده میکنم، میتونم بگم ور مساوی نیو تردی از این بابا، بذارید توشم پر کنم. اینی که میبینید یک لامدا فانکشنه که در واقع همون انتری فانکشن این ترد خواهد بود و هرچی من توی این لامدا فانکشن مینویسم جاواست دیگه. جای این میتونستم یه دونه چیزم بدم، یه رانبل هم بهش بدم، مثلا بگم ور رانبل مساوی نیو رانبلی از این دوتا با هم معادلن. ببینید من چه رانبل رو بهش بدم،
که این متد ران داره، این سینتکس قدیمیه، چه یه لمده فانکشن بهش بدم، هر دو معتبره. یعنی من مثلا میتونم بیام اینجا بگم آقا بیا فور آی از یک کوچکتر مساوی آپر، بعد بیام بگم اینجا باید یه سام تعریف کنم، اگر تو اینجا بیام بگم یه همچین کاری بکنم، بگم اینت سام مساوی مثلا صفر، این خطا خواهد داد. حالا میبینید چرا من تو اینجا نمیتونم از سام استفاده کنم، چون سام یک متغیر فاینال نیست. بگم سام علاوه مساوی مثلا آی، این خطا میده. ببینید به من میگه سام یک متغیر فاینال نیست. از متغیرهای فاینال فقط شما میتونید داخل یک ترید استفاده کنید، و بنابراین چون اینتیجر من فاینال نیست نمیشه. اگرم بیام فاینالش کنم، ببین میگه خب بیام فاینال، اگه بیام فاینالش کنم اینجوری کار خراب میشه. چرا؟ چون دیگه نمیتونم اضافهش کنم، فاینال بشه دست زدنی نیست. کاری که میتونم بکنم اینه که بیام از یک چیزی به نام توی جاوا به نام اتمیک اینتیجر استفاده کنم، که دیفالت بگم مساوی نیو اتمیک اینتیجری از سر. حتی این همجا میتونم ور بنویسم چون جاوا 11 هم، و بیام بگم سام دات مثلا از عدن گس شروع کنم آی، و خب وقتی که این ترید تموم بشه انتظار دارم که در سام اون مقدارم باشه. میتونم بیام بگم ترید دات ستارت کن و منتظر باش ترید تا جوین، منتظر باش تا کارش تموم بشه. میگه یه اکسپشن هم باید پرت کنیم، میدارمش بالا کاری باش ندارم، و بعد میام اینجا چاپ میکنم تو خروجی مقدار سام رو. یه همچین کد ساده ای رو در نظر داشته باشید، اجراش میکنم ببینیم کار میکنه یا نه. حالا بعدش من اینو براتون تبدیلش میکنم به یه لمدا فانکشن که ساده تر باشه. خب ببینید توی جواب میگه 50 50 که فکر کنم درست باید باشه دیگه، از 1 تا 100 بخوایم جمع کنیم میشه 100 ضرب در 101، این در واقع 50 ضرب در 101 که میشه 50 50 دیگه، درست هم هست. فعلا میبینید که یک چیز ساده. حالا بذارید من اینو تبدیل کنم به یه لمدا فانکشن اینجا، چون اینجوری تمیزتر میکنم بدون نشون دادن که چقدر تمیزتر میشه. من میتونم عوض این رانبل لامدا فانکشن تعریف کنم، اینو بیارم بذارم این تو به این صورت و تمومش کنم. فقط توجه داشته باشید انتری فانکشن توی ریدینگ جاوا هم هیچ ورودی نمیگیره، میبینید هیچ ورودی نداره و هیچ خروجی هم نداره. اگر ورودی یا خروجی میخوایم باید توسط متغیرهای بیرون از این در واقع رانبل یا این لمدای بهش پاس بدیم. مثلا نگاه این آپر اینجا اومده اینجا، یا سام من بیرون تعریف کردم و اینجا داشت استفاده کردم، نمیتونم جوابو برگردونم. حالا چرا نمیتونم؟ الان وقتش نیست، به تکنیکایی میشود ولی الان من نمیخوام خیلی توضیح بدم، چون درس واقعا درس برنامه‌نویسی هم روند و این حرفا نیست. من فقط میخوام با ترید ها آشنا بشید. پس ببین ما الان توی جواب یه برنامه تریدینگ ساده انجام دادیم که یه ترید نیو میکنه و میاد حاصل جمع اعداد یک تا حالا یک عددی رو میشماره. حالا اینجا من 100 بود، میتونم اینو 1000ش کنم و تغییر بدم و ببینید که نتیجه عوض میشه. خب به نظرم به جای خوبی رسیدیم. یه جمع‌بندی من خدمتتون انجام بدم و این ویدیو رو به نظرم قطع کنیم، چون آره یه 15 دقیقه شده. من توی قسمت بعدی میخوام راجع به امکانات پیشرفت شده با شما صحبت کنم. یه جمع‌بندی ساده بکنیم. من خدمتتون عرض کردم که اغلب سیستم عامل ها حداقل تا اونجایی که من سراغ دارم خودشون به صورت ذاتی نمیان تریدینگ رو به شما ارائه بدن، و توسط یه سری کتابخونه واسط که البته این کتابخونه تو خود سیستم عامل هست، و توسط کتابخونه میان تریدینگ رو در اختیار شما قرار میدن. توی لینوکس و سیستم های یونیکسی پی ترید خیلی مشهوره، و توی ویندوز هم که ویندوز ترید رو ما داریم. و خدمتتون عرض کردم که خیلی از زبان ها مثل جاوا، سی پلاس پلاس، 11، پایتون، گو و اینا از ترید ها ساپورت میکنن. بعضی از زبان ها مثل گو و
کاتلین، چیزایی مثل کوروتین دارن تو خودشون که خیلی پیشرفته‌تر از حتی تریت هم هست، و یه سری لایبرری کناری هم بهتون معرفی کردم مثل تی بی بی که گفتم برای سی پلاس پلاس و اوپن ام پی که برای بازم سی و سی پلاس پلاس که کار برنامه‌نویسی همروند و موازی رو تو برای شما آسان کنه. بعدش تو ادامه اومدیم یه دونه در واقع برنامه خیلی ساده نوشتیم با هم دیگه که یه ترد درست میکنه که از عدد یک تا n رو میاد جمع میزنه و همین و نتیجه رو توی متغیری به نام سام قرار میده. حالا توی قسمت بعدی من سعی میکنم یک دیگه دوتا مثال پیچیده تر براتون بزنم و با شما رو با امکاناتی مثل ترد پول و اینها آشنا بکنم که حالا چیزهای پیشرفته تریه. فعلا من اینجا اجازه بدید کات میکنم ویدیو رو تا قسمت بعدی ادامه بحث رو با هم داشته باشیم. فعلا خدا نگهدار.